السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر من در مورد دعاهای خاص ماه مبارک رمضان صحبت کردن، گفتن دعای در روز اول دعای رحمت، دعای روز دعای مغفرت و دعای در روز اخیر دعای نجات آتش دوزخ دعاهای خاص را گرفتن، کلیشه کردن و در فضای مجازی در دست مردم به دست نشر میرسه. عزیزان گرام قدر، این در این حدیث حامده در این مورد که رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا گفته باشد که در روز اول رمضان دعای رحمت است، در روز دومش مغفرت و در روز سومش نجات از آتش جهنم است، این حدیث یک کسی که این را روایت کرده در اونجا این شخص به کذب و دروغ مشهور است و حدیثی که از این شخص میان علمای حدیث آمده اونا مدار اعتبار نیست و علمای حدیث و جرح و تعدیل احادیثی که از طریق شخص آمده هیچ وقت را قبول نمی کنند، به خاطر که ای زیاد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم تهمت بسته کرده. فلحاظ این حدیث حدیث ضعیف است و این دعایی که در ماه مبارک رمضان گفته که دعای اول دوم سوم و دعای روز چهارم ماه رمضان، چون این چیزی ما در شریعت نداریم، هر دعای قرآنی که میکنید و هر دعای مشروع که میکنید بکنید، این ماه رمضان است، ماه دعا است، ماه نماز است، ماه قرآن است، ماه عبادت است، ماه صیام است، ماه پاکیزگی هست. پس مختص نکنید دعا را، مردم را شاکی نسازید. مختص کردن دعا کار خوبی نیست، هر دعایی که میکنید مختار هستید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز من از لندن سوال کردن که راجع به این که در ماه مبارک رمضان در هنگامی که انسان روزه میگیره، آیا استفاده کردن از کریم دندان یا عطر روغن یا عطر نرمال جایز است یا مکروه و یا روزه را میشکند؟ از شما منتظر جواب سوال خود هستیم، لطفا موفق باشید. شما هم موفق و سرخوش و سرفراز باشید. عزیز من، در ماه مبارک رمضان شما میتونید که از عطور استفاده بکنید، عطر سنت است، مشکلی نیست، میتونید از عطر یا روغن برای مویتان، ریش و غیره استفاده بکنید، هیچ مشکلی نیست. اما بعضی از عطرها و فرگرنس ها و بعض از اسپری های است که اونها پودر و این چیزا دارن، سعی بکنید که این پودر در بینی و در دهن داخل نشود تا روزه را باطل نسازد. در غیر آن عطور مشکلی ندارد، میتونید استفاده کنید. و همچنان در مورد خمیره دندان یا کریم دندان سوال کردن. کریم دندان در اصل خودش تا جایی که در داخل عرق نرود و بلعیده نشود، با یک اندازه کمی که انسان حد سعی بکند، ایراد ندارد که انسان با کریم دندان در ماه رمضان دندانش را کریم بزند، ولی حد احتیاط را باید خیلی مراعات بکنید. خواهر من سوال کردن که کسی که نفس تنگی داره آیا روزه بگیره و مواد را که کش میکنه نوشته کردن که روزه باطل میشه؟ نخیر، با او روزه باطل نمیشه، شما میتونین روزیتون رو بگیرین و از دوا هم استفاده کنین ان شاء الله تعالی. عزیز من سوال کردن که کشیدن دندان یا پر کردن دندان در ماه مبارک رمضان باعث از بین رفتن روزه میشود یا خیر؟ خب اگر مشکلتان زیاد شد، عاد بود و باید دندان را پر بکنید، ایراد ندارد، و اگر عاد نبود بهتر است صبر بکنید تا بعد از رمضان این کار را بکنید. اما باز هم در حالات استثنایی اگر باید اون را پر می کردید و یا مشکل بود، درد داشتید، رنج می بردید، دندان را اگر پر بکنید هیچ مشکلی نیست، ایراد ندارد.